کابینه دولت قبرس روز پنجشنبه کنارگیری خود را اعلام کرد. تصمیم دولت این کشور پس از بالا گرفتن فشارهای سیاسی و انتقادهای عمومی به دلیل انفجار مهمات در جنوب این کشور در روز 20 تیر اعلام شد. انفجار یاد شده در انبار مهماتی در پایگاه نظامی اوانگلوس فلوراکیس در حد فاصل شهرهای ساحلی لیماسول و لارناکا 13 کشته و 61 زخمی به جا گذاشته و خسارتهای سنگینی به تأسیسات برق منطقه رسانده بود. بنابر گزارش ها این محموله مهمات توقیفی از سوی مقام های قبرسی در سال 2009 از ایران به مقصد سوریه ارسال شده بود. دیمیتریس کریستوفیاس رئیس جمهوری قبرس در حال حاضر قصد تشکیل کابینه جدید را دارد.